میداد 1/10 مولار از اون آی منفی که قطعا اینو نداده، پس یه اسید ضعیفه. دلیلای دیگه، من دارم میبینم که این اسید بعد از یونش مقداری ازش باقی مونده، یعنی مولکول های یونیزه نشده داری تو تعادلش، پس این قطعا اسید قوی نیست. اسید قوی دیگه اینو نداره، اینه صفره، هرچی میریزی یونیزه میشه. پس بنا به همین دلیل خیلی ساده هم میتونی بگی این اصلا اسید ضعیف بوده. دو، مقدار ثابت یونشش 25000 اومه. من که وقتی اینا رو نوشتم که اصلا کاری نداره، کا مساویه با غلظت تعادلی هاش مثبت و آی منفی، 500 اوم ضرب در 500 اوم میشه 25/10 به توان منفی 4 به روی 500 اوم، 5/10 به توان منفی 2، 25 به 5 میشه 5/10 به توان منفی 4 و 10 به توان منفی 2 هم میشه 5/10 به توان منفی 2. عددو غلط گفتی. 3، در محلول این اسید اغلب مولکول های اسید به صورت یونیده نشده وجود دارد. من اغلب را نمیفهمم. میدونی چرا نمیفهمم؟ به خاطر اینکه یارو برگشته میگه اغلب مولکولاشون یونیزه نشدن. 1/10 مول یا 1/10 مولار هاشه ها داشتی، 500 مولارش یونیزه شده، 500 مولارش یونیزه نشده. پس 50-50. این که بگی اغلب مولکولاش یونیزه نشدن معنی نمیده. آقا دوتا چیز با هم برابرن، 500 مولارش یونیزه شده، 500 مولارش باقی مونده، مگه نه؟ 500 مولار رفته، 500 مولار باقی مونده، با هم برابرن دیگه. اغلب واسه مقایسه اینا که معنا نمیده که. 4، درجه یونش برابر با نیمه، چک میکنم آلفا دوباره بیار روی تعادلت، میشه میزان یونیزه شده به حل شده. یونیزه شدم 500 مولار بود، حل شدم 1/10 بود، میشه 5/10. تا اینجا قبولت دارم. غلظت یون هیدرونیوم یا هاش مثبتم گفته 500 مولار، قبولت دارم. پس جوابت گزینه 4. 3 هم به دلیل این اغلب غلط بود. 50-50، نصفش یونیزه شده نصفش نشده، پس واژه اغلب غلط. ببین سوال جز سوالای سنگینه، چون ببین از فرمول نمیتونی استفاده بکنی، ولی وقتی تعادل مینویسی دوزاریه، هر چی دلش میخواد بپرس. من رو هوا جواب میدم، تعادل بنویسید. 27 رو شروع کن. اول 27 رو بسپارم به شما، بعد خودم. بدو باریکلا، بجنب بجنب. بودو باریکلا. خانوم آقا بجم، کم نیار.